الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله علي ولي از صحابه همه عادلن، همه اهل بهشتن، همه از اولیای الهیان. حالا همین صحابه در کربلا هم بودن. جالبه حتی بعضی از اینها توی بحث امام حسین که می‌رسن، بحث عاشورا که می‌رسن، میگه ما نباید مقتل امام حسین رو بخونیم. چرا نباید مقتل امام حسین رو بخونیم؟ چون صحابه اونجا دامنشون آلوده میشه. احسن، این خیلی میگه باعث طعنی بر صحابه میشه. مثلا آقای ابو حامد غزالی بزرگ این هاست دیگه، هم تو تفسیر صاحب نظره، هم تو تصوف صاحب نظره، هم تو کلام، هم تو فقه، تو همه علوم آقای غزالی صاحب نظر هست. در کتاب از سوائق المحرقه جلد اول صفحه شماره 640 حرف غزالی رو میاره. غزالی میگه و یحرم علی الواعظ و غیره روایت مقتل الحسین و حکایاته، حرام است که واعظ مقتل امام حسین و حکایاتش رو بخونه و ماجرا بین صحابه من التشاجر و تخاصم. حق نداره اینا رو بخونه. چرا؟ فإنه یهیج علی بغض صحابه و تعنیفهم، چون باعث میشه مردم تهییج بشن، بغض صحابه رو در دل داشته باشن، تعنی به صحابه میشه. اینا اعلام دین هستن، اینا چی هستن، چی هستن، چی هستن. حالا همون تعریف تمجیدی که میاره، ما برامون حرامه مقتل امام حسین رو بخونیم. چرا؟ چون پای صحابه بند میشه. نمیگه چرا اونو این کارو کردن، اصلا کاری نداره. نه کار نداره. آه چرا امام حسین رو کشتن؟ این نمیگه چرا صحابه امام حسین رو کشتن. این جنایت به این عظما که در تاریخ بی سابقه است، این جنایت، این کار نداره. میگه نخونید مقتل امام حسین چون پای صحابه گیر میاد.